250 گرم کوکائین را از هند به عربستان منتقل کند دستگیر شد. وی در مقابل پلیس به اتهامش مبنی بر قاچاق مواد مخدر اعتراف کرد، اما بعد از اینکه توسط خانواده‌اش توجیهاتی را از واسطه‌های رژیم ایران دریافت کرد، در دادستانی اعترافهایش را پس گرفت. البته وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. این منابع گفتند سپاه پاسداران از زمان دستگیری شارنوسکی و تا قبل از اینکه ارتباط او با سپاه و فعالیت‌هایش در زمینه پولشویی و قاچاق مواد مخدر برای سپاه پاسداران در سالهای قبل فاش شوند، تلاش بسیار زیادی در پشت پرده برای آزادی او کرده است. اونها همچنین نگرانی سپاه پاسداران رو از امکان برملا شدن ماهیت شبکه در اثنای تحقیقات رو آشکار کرد. چون سرکرده های سپاه نمیخواستن ابعاد قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در بحرین، کویت و سایر کشورهای عربی روشن بشه. گرچه تا حدودی روشن شده بود که قاچاق مواد مخدر رژیم در کویت علاوه بر پولشویی و کسب درآمد برای دور زدن تحریم های جامعه جهانی، سرپوش دخالت در امور داخلی این کشور هم هست. روزنامه کویتی الغبس روز 11 اردیبهشت سال 1389 از قول مقامات سازمان ضد جاسوسی کویت نوشت که اعضای یک شبکه جاسوسی متعلق به سپاه پاسداران که از 9 ماه پیش شروع به کار کرده بود کشف شد و در پی این کشف اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت داخله کویت شناسایی شدند و متعاقب آن شمار دیگری از افراد عرب و غیر عرب مورد تعقیب هستند. این کشف به دنبال بازرسی یک خانه تیمی در منطقه صلیبیه صورت گرفت. در ادامه تحقیقات تعداد دستگیر شدگان به 14 نفر رسیده است و چند تن از اعضای شبکه نیز پیش از دستگیری فرار کردند. سایر بازداشت شدگان در مناطق بنی دلغار و رمیسیه به دام افتادند.